میخوایم پنج تا جایگزین برای کلمه بیکاز یاد بگیریم که هر موقع از بعد خواستیم دلیلی یه چیزی رو بیان بکنیم فقط دیگه بیکاز نیاد تو ذهنمون این پنج تا هم بیاد البته بازم هست ولی فعلا امروز این پنج تا رو یاد میگیریم خب ببینید هر موقع میخوایم دلیل یه چیزی رو بیان کنیم میگیم بیکاز پس همیشه علت رو بعد از بیکاز ما استفاده میکنیم این چیزهایی که میگم معمولا ساختاراش رو نگاه بکنید که کجاها میان اینا مهمه همیشه نمیتونید از همش استفاده کنید پس معنی و گرامر یه خورده مهمن دقت بکنید جمله اول I can't work this weekend این آخر هفته نمیتونم کار کنم چرا؟ دلیلش رو بعدش گفته I have to look after children باید حواسم به بچه ها باشه پس نمیتونم آخر هفته کار کنم چون به جایی که بگم because یه کلمه دو حرفی داریم A هم شروع میشه A رو نوشتم میتونید حد بزنید چیه؟ بله خیلی راحت as از اینجا دقیقا یعنی because چون باید حواستم به بچه ها باشه As I have to look after children okay. جمله دوم رو ببینیم نقطه چین This is now a play area You may no longer park here چون که اینجا دیگه یک محل یک منطقه بازی هستش You may no longer park here دیگه نمیتونی اینجا پارک کنی دیگه امکان پارک کردن در اینجا رو نداری به خاطر این که وقتی میخوای بگی به خاطر این که از یک عبارت استفاده میکنیم که با دی شروع میشه میتونید حس بزنید چیه چند تا کلمه است با دو شروع میشه due to the fact that due to the fact that fact یعنی حقیقت ولی معنیش نمی کنیم اینجا حقیقت due to the fact that رو میگیم به خاطر اینکه. به خاطر اینکه this is now a play area در نتیجه you may no longer park here پس علت رو بعد از due to the fact that میتونی بگی مینویسم براتون جمله بعدی رو ببینیم نقطه چین که با است شروع میشه you asked nicely معدبانه و خیلی خوب درخواستت رو کردی I let you use my phone یعنی میذارم از گوشیم استفاده کنی چرا؟ چون معدبانه درخواست کردی خیلی نایسلی درخواست کردی چون نایسلی درخواست کردی چون رو چجوری بگم؟ با اس شروع میشه بگید؟ بله سنس سنس یو asked نایسلی می since یعنی چون چون معدبانه درخواست کردی میذارم از گوشیم استفاده کنی اینجا سنس بچا یعنی چون همیشه معنای چون نمیده بعضی وقتها یعنی از وقتی که مثلا سنس آی واز 12 از وقتی 12 سالم بود مثلا من دارم گیتار میزنم سنس همیشه معنی نمیده ولی در اینجا بعد از سنس چون دلیل رو آورده و بعد نتیجه رو آورده میذارم از گوشیم استفاده کنی چون مؤدبان درخواست کردی اینجا سنس معنی چون میده پس اینجا باز یکی از مترادف های بیکاز میتونه باشه این چهارمی رو شاید زیاد استفاده نکرده باشین یا اصلا نشنیده باشین با او شروع میشه Bad weather The match is off به خاطر هوای بد مسابقه کنسل The match is off به خاطر هوای بد به دلیل هوای بد ما چی میگیم؟ با او شروع میشه و دو کلمه است میتونید حدس بزنید به خاطر بگید owing to owing to یعنی به خاطر. می نویستم براتون owing to یعنی به خاطر هوای بد مسابقه تعطیله بعد از owing to هم دوباره علت رو آوردیم bad weather ولی اینجا نمیتونیم بگیم because bad weather به جای because اگه بخوایم استفاده کنیم برای because of یعنی به خاطر because of ما اون بالا تو شماره دو due to the fact that رو هم داشتیم میشد چی؟ میشد به خاطر اینکه دو to the fact that به خاطر اینکه اینجا محل پلی ایریا هست خود دو to the فکت that رو میتونیم یه خورده عوضش بکنیم یکم کمش بکنیم یه سری چیزاشو حذف بکنیم بشه به خاطر مثلا موفقیتت به خاطر تلاش زیادته میگیم your success is due to your effort تلاشت is due to your effort پس due to تنها میشه به خاطر اینجا owing to هم یعنی به خاطر هوای بد بریم سراغ پنجمی I can date anyone I want یعنی الان میتونم با هر کی میخوام قرار بذارم چرا؟ I'm single دیگه من تو رابطه نیستم من سینگلم I can date anyone I want با هر کی میخوام میتونم قرار بذارم اینجا چی بگیم؟ اینجا یه خورد ساده است و راحت میتونیم حدس بزنیم ما تو فارسی میگیم حالا که سینگلم حالا که با کسی قرار نمیذارم میتونم با هر کی میخوام برم بیرون I can date anyone I want حالا که سینگلم Now that Now that می نمیسم. Now that یعنی حالا که پس یه بار دیگه مرور میکنیم I can't work this weekend as I have to look after children نمیتونم آخر هفته کار بکنم چون که باید حواسم به بچه ها باشه Due to the fact that this is now a play area, you may no longer park here. به خاطر اینکه اینجا یک پلی area شده دیگه، دیگه امکانه پارک کردن در اینجا رو نداری. Due to the fact that به خاطر اینکه. Since you asked nicely, چون مؤدبانه و خوب درخواست کردی، I'll let you use my phone. میذارم از گوشیم استفاده کنی. Owing to bad weather، به خاطر هوای بد The match is off. مسابقه کنسله. I can date anyone I want. میتونم با هر کی میخوام قرار بذارم. Now that I'm single. حالا که سینگلم. این پنج تا رو به جای because یاد بگیریم که همیشه فقط because تو ذهنمون نیاد. البته بازم هست و اینکه اینا رو با دقت جای هم استفاده کنید. همیشه نمیشه اینا رو با هم استفاده کنید. خیلی خوب ممنون که تو این ویدیو با من همراه بودی. یاد نره لایک کنیم. تو ویدیوی بعدی میبینمت. خداحافظ.